دکتر مسعود نقره کار و همراه با ایشون برنامه رو پیش ببریم. آی دکتر درود بر شما. سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم با شماست. خب آی دکتر، پیش از اینکه به مسائل دیگر بپردازیم، نظرتون در مورد این مسائلی که داره همینطوری پیش میاد، یعنی از دی ماه شکلای مختلف مسائل اعتراضی پیش میاد و بیشترش هم مسئله اعتراض مردم هست در رابطه با حکومتی که ضعف مدیریت داره، عدالت اجتماعی رعایت نمی‌کنه، همینطور سلسله به سلسله به هم آمیخته شده. بله، من بارها عرض کردم که خدمتتون این جنبش یا خیزش دیما در واقع در روندی رو داره طی می‌کنه که بسیار امیدوارکننده است. به نظر میاد که در واقع یک پروسه تقویت جنبش مدنی رو ما پیش رو داریم تو همه حوزه‌ها، حوزه‌های هم کارگری یا گروه‌های اجتماعی متفاوت و این اعتراض هم که می‌بینیم در یک حوزه به هر حال دهقانی کشاورزی است. بنابراین به نظر میرسه که به هر حال یک روند میشه گفت امیدوارکننده‌ای رو ما از خیزش دیما پیش رو داریم که به گمان من ممکنه بارها گفتم دیر و زود داشته باشه، ولی سوخت و سوز نداره. این روند همون روندی است که بدون تردید در آینده مانع اصلی دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر یعنی حکومت اسلامی رو از سر راه برخواهد داشت. همین حرکتای فی الواقع شاید در آغاز موضعی، اما به تدریج بدون شک این دامنش خیلی گسترده تر و عمیق‌تر خواهد شد. آقای دکتر، به مسائل مختلفی که در اشاره می‌کنیم، در همین فاصله یکی دو روز گذشته هنگامی که روز زن برگزار می‌شد و گذشته از اینکه شماری از معترضان رو گرفتن و کسانی که برای روز جهانی زن در خیابان‌ها بودن یا در مترو بودن دستگیر کردن که حالا خودشون اعلام می‌کنن 20 نفر هست، در برابر وزارت کار زنان کارگری هم که شرکت کرده بودن و زنان طرفدار حقوق کارگران و حقوق زنان، همه شماری زیادی از اونها رو در اصل گرفتن و این حرکت اعتراضی همونطور که شما اشاره کردید در جای جای با بهانه ها و گرایش های مختلف داره انجام میشه. بدون تردید ببینید، خیزش دیما به عنوان یک خیزش اقتصادی یا جنبش اقتصادی، حالا سر این طرح این واژه ها خب اختلافایی هست، آغاز شد و ما دیدیم که همین خیزش اقتصادی چگونه توسعه پیدا میکنه به یک حرکت آزادی خواهانه و عدالت طلبانه، نه فقط در حوزه های اقتصادی و یا گروه های اجتماعی معین، بلکه به تمام گروه های اجتماعی و حوزه های مختلف تسری پیدا میکنه، به ویژه در رابطه با جنبش زنان که اشاره کردید. و خب ما شاهد بودیم که حتی حرکت انفرادی و فردی برخی از دختران که به عنوان دختران خیابان انقلاب معروف شدند، اینها چه بازتاب گسترده داخلی و حتی بین المللی داشت و چه تأثیر مؤثری، یعنی تأثیر میشه گفت منشأ اثری شده برای تقویت و گسترش جنبش زنان و همینطور در این حال کل جنبش آزادی خواهانه و عدالت طلبانه در میانه. خب برای اینکه گفتگو رو سر موضوع دیگری آغاز کنیم، اجازه بدیم پیش از اینکه گرم گفتگو بشیم، من اشاره کنم که آقای دکتر نقره‌کار که یکی از نویسندگان پرکار هستند، تا میایم یک کتاب رو به پایان ببریم، یک کتاب 400-500 صفحه‌ای رو، یک کتاب دیگر در اثر نوشته‌های ایشون در زمینه دیگر وارد بازار میشه، آخرین کتابشون که رمان هست، هذیان‌های مقدس هست. آقای دکتر خودتون یه چند لحظه‌ای در مورد این کتاب بیشتر توضیح بدیم. من از دوستانم خواهم خواست که تصاویر روی جلد و پشت جلد کتاب رو نشون بدم و شما توضیح بیشتر بفرمایید. بله، هذیان‌های مقدس همونطوری که اشاره کردید یک رمان هست. این رمان در واقع در یک فضای بیمارستان روانی وقایعش اتفاق میفته و بیمارانی که در این بیمارستان روانی یا آسایشگاه روانی هستند و بستری هستند و زندگی میکنند، اینها تصور میکنند که در زمره پیامبران، رهبران دینی و رهبران سیاسی هستند، دارای چنین توهمی هستند و تلاش میکنند با
گفتگوهایی که بینشون هست و بحث و جدلهایی که با هم دارن، تمام این مسائل نیستی و هستی جهان و مشکلات جهان رو و مشکلات انسان رو حل بکنن. و خب من تلاش کردم که این رو نشون بدم با استفاده از بسیاری از متون مذهبی و متون غیر مذهبی. این محاوره ها رو تنظیم کردم، اگرچه بر بنای تجربه خود من هم در این نوع بیمارستان ها و این نوع آسایشگاه ها هست و وجود کسانی که تصور میکنن، و در جامعه خودمون حتما اطلاع دارید که از این نوع امام زمان ها زیاد داشتیم، ولی خب در اینجا هم همینطور، کسانی که فکر میکنن مسیح هستن و میخوان در واقع نقش مسیح رو بازی کنن. به هر حال با توجه به تجربه خودم و همینطور به هر حال مجموعه مسائل، این رمان رو من نوشتم، ولی فضا چنین فضایی است و بیشتر اتکا دارم به همون نوع توهمی که متاسفانه امروز در جامعه ما گسترش پیدا میکنه، در واقع توهمی که بر مبنای اون ویژگی‌های فرهنگی و مذهبی جامعه ما یا هر جامعه‌ای هست و خیلی‌ها تصور میکنن که در زمره پیامبران و امامان هستن و در این رابطه به هر حال راهنمودهایی میدن. رمان در یک همچین چارچوبی. آیا دکتر با توجه به اینکه کتاب شما رو می‌بینم که انتشارات فروغ منتشر کرده، دسترسی جهانی به این قضیه چگونه است؟ یعنی باید همه از توی انتشارات فروغ این رو بگیرن یا در کتاب فروشی‌ها یا از طریق آمازون و اینا هم میتونن باش در رابطه باشن؟ من فکر می‌کنم انتشارات فروغ در چاپ‌های قبلی کتاب من هم نشون داده این توان پخش کتاب رو در خیلی وسیع داره. این کتاب فکر می‌کنم به زودی به لس آنجلس هم میرسه، کتاب فروشی های اون منطقه هم خواهند داشت یا جاهای دیگه، چون کتاب های قبلی من هم به همین شکل انتشار پیدا کرده و همینطور روی آمازون هم حتما خواهد بود. سپاسگزارم. خب برویم آقای دکتر روی یک موضوعی که میخواییم با هم گفتگو بکنیم. پس از خیزش دیماه شاید یک باره 15 نفر آمدن و یک اعلامیه یا اطلاعیه یا فراخوان، هر چی می‌خوایم نامش رو بذاریم، این روزا عبارت‌ها و نام‌ها بار سنگینی داره. جا به قول شما یا خیزش یا نمی‌دونم قیام، یه دفعه می‌بینیم که در گرفتاری‌های تفسیری پیدا می‌کنه. به هر روی 15 نفر آمدن و یه تقاضای رفراندوم کردن. خیلی مشخص بود که ناپخته است و اعتراض‌های ایران به همراه داشت. افزون بر اعتراض‌هایی که به همراه داشته، انتقادهایی به همراه داشته، در درون خودشون هم این ریزش و این فاصله گرفتنها و نقد مطرح شد، حالا در بیرون هم اینطور. اصلا نظر شما نخست با همین فراخوان رفراندوم 15 نفره آغاز کنیم، بعد شما به شکلهای مختلف و اینکه خواستگاه یک رفراندوم چگونه خواهد بود بپرسید. ببینید، به طور مشخص آنچه که این دوستان پیشنهاد کردن، به گمان من همونطوری که شما هم اشاره کردید، ناپخته و فکر میکنم نابهنگام و سنجیده نبوده این حرکت. چرا؟ به گمان من ایجاد توهم در جامعه، ایجاد توهم سیاسی و اجتماعی در جامعه میتونه تأثیرات بسیار مخربی داشته باشه. شما موقعی که یک پیشنهادهایی رو مطرح میکنید، به ویژه در این سطح، در جامعه‌ای مثل جامعه ما، اگر غیر عملی باشه و غیر واقعی باشه، برای همینم اسمش رو توهم من گذاشتم، چون غیر واقعی و غیر عملی است، این ایجاد یک توهم میکنه و این توهم در واقع نتیجه عکس خواهد داد. شما ببینید طرح رفراندوم در حکومت اسلامی با شناختی که ما از حکومت اسلامی داریم و ویژگی‌هایی که حکومت اسلامی داره، اون هم چنین خواستایی غیر عملی و غیر واقعی، خب بالطبع در میان مردم این یک تأثیری خواهد داشت. به خاطر اینکه غیر عملی و غیر واقعی است، این تأثیر مخرب خواهد بود در دراز مدت و ایجاد توهم میکنه. به نظر من خب از همین زاویه هم بخوایم نگاه بکنیم، حرکت این دوستان همونطور که عرض کردم نابهنگام و سنجیده نبوده. این توهم آفرینی سیاسی در جامعه ما بارها ما شاهدش بودیم، چه آنچه که پیرامون امر رفرم و اصلاحات مطرح شد و مطرح میشه،
و چه در رابطه با حرکت‌های شبیه این رفراندوم و همه پرسی، نهایتاً باعث تقویت حکومت اسلامی و تداوم حیات حکومت اسلامی و دور زدن بحران‌هایی که باش مواجه است خواهد شد. بنابراین باور من هم این هستش که علی‌رغم اینکه در میان این عزیزان شخصیت‌های بسیار محترم و مبارزی هستند، ولی خود طرح مسئله در یک چنین شرایطی نابهنگام و نسنجیده و در این حال کمک کننده به حکومت اسلامی در نهایت خواهد بود. آیا که به باور من شما اشاره فرمودین به این مسئله ای که افرادی که در این هستن، وزن سیاسی افراد سرمایه بزرگی هست برای یک فراخوان، ولی پاسخگو و کافی نمیتونه باشه. اگه خود فراخوان نتونه مفهوم خودش رو باز بکنه و در جامعه معنای خودش رو پیدا بکنه، شرایط زمانی رو بتونه شرح بده، شرایط مکانی یک جغرافیای سیاسی اون منطقه رو بدونه که چرا داره این رفراندوم به چه شکلی داره پیش میاد، فقط مسئله وزن سیاسی و یا وزن سرمایه سیاسی افراد و خوشنامیشون میتونه تنها اعتماد رو جلب بکنه، چیز دیگری رو نمیتونه در اون کنار داشته باشه. کما اینکه همزمان شد با خیزش دیماه تا اندازه‌ای به یک زنگ تفریح یا نفس داد برای انتقادهایی که میشد به حکومت کرد در زمینه مسائل عدالت اجتماعی، فوری نظرها جلب شد به سوی رفراندوم که خب یه رفراندوم میشه کرد و تموم این رفراندوم حالا نوعش چجوری باید باشه. بعد من عرض کردم اون نابهنگامی که من بهش اشاره کردم، بیشتر منظورم همین نکته بود که شما بهش اشاره داشتید. ببینید جامعه ما از دیما شاهد یک حرکتایی هست، خیزشی رو ما شاهد بودیم، خیزشی که متفاوت با حرکت‌ها و خیزش‌ها و جنبش‌های سابق بوده در این 40 سال آنچه که ما شاهد بودیم. یعنی جدا از اینکه محتوای مذهبی نداشت و محتوای اسلامی و دینی نداشت، یک خواستای پایه‌ای و اساسی مطرح میشه، یک خیزش سلطه‌طلبانه مسالمت‌آمیز ولی در عین حال با خواستای ریشه‌ای تر شده. و خب ما هم می‌بینیم در جامعه ما پیش رفته، علی‌رغم سرکوبی که حکومت اسلامی کرد و خب قابل پیش‌بینی بود، هم امروز می‌بینیم که در تداوم همون خیزش خواستای واقعی مردم، خواستای ریشه‌ای مطرح میشه. خب در یک چنین شرایطی شما بیاین یک طرحی رو مطرح کنید و بحثی رو مطرح بکنید غیر عملی و غیر واقعی، که عملی بودنش اصلا هر فکر میکنم بچه مدرسه‌ای در حوزه سیاست میتونه این رو بفهمه، در اون جامعه با اون حکومت با اون ویژگی طرح چنین مسئله غیر عملی خب چقدر غیر واقعی است، آن هم در یک چنین شرایطی به گمان من خب خطا بوده و تأثیر سو میذاره. همونطوری که گفتید روی خیزشی که میتونه تأثیرات بسیار مؤثر و مثبتی بگذاره تأثیر میذاره و تأثیر میشه گفت ترمز کننده، شاید تا حدودی و مخرب به گمان من. آی دکتر، ذهن مردم اگه بخوایم بریم به رفراندوم، آخرین رفراندومی که شاید مطرح میشه تو ذهنشون تا به رفراندوم فکر بکنن، برمیگرده به رفراندوم آغاز انقلاب که جمهوری اسلامی آری یا نه، و این نشون میده که خب یک انقلابی شده، کسانی اومدن قدرت رو به دست گرفتن، حالا سوال میکنن که ما میگیم این نوع از حکومت، اینو میخواین یا نمیخواین، و یه تعرفه ای رو میذارن در پیش مردم، طبیعی است که میرن و رأی 96 و چند درصدی به دست میارن. اون رفراندوم و این رفراندوم، این فاصله بیانی معنادارشون در کجا میتونه باشه؟ ببینید خب رفراندوم رو بهتر از من میدانید. رفراندوم یا همه پرسی یه معنایی داره، یک تعاریفی داره و به عنوان یک مفهوم حقوقی و بخش مهمی از حقوق اساسی مردم، یکی از شیوه های در واقع تحقق و تقویت دموکراسی است و در جامعه‌ای که در واقع همه پرسی درست اتفاق بیفته نشان دهنده توسعه یافتگی اون جامعه است. یعنی خیلی مشخص باشه که چه خواسته میشه، چه پاسخی باید، حالا پاسخو به هر حال به پرسش مردم باید
پاسخ بدن به اون پرسشایی که میشه و یا اون خواستی که مطرحه، ولی همه چیز باید روشن باشه در یک پروسه دموکراتیک و یک شرایط معین و دموکراتیک. شما ببینید، ما البته در تاریخ خودمون بارها شاهد رفراندوم بودیم، فقط خب رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه نبوده که ما این تجربه هم نشون داد که چقدر اهمیت داره اصلا بحث رفراندوم میشه که محتوا هم مشخص بشه اصلا بحث چی هستش. ما سال 1919 قرارداد وثوق الدوله اگر اشتباه نکنم در رابطه با انگلیس، اولین بار اونجا بحث مسئله همه پرسی و یا مراجعه به آرای عمومی مطرح میشه. بعد سال 1302 گمان میکنم در رابطه با مسئله جمهوری خواهی مراجعه به آرای عمومی مطرح میشه. و بعد دوره مصدق، میدونید که مصدق مسئله همه پرسی رو در رابطه با انحلال مجلس 17 مطرح میکنه و همینطور 25 مرداد اگر اشتباه نکنم باز مسئله همه پرسی مطرح میشه، تا همه پرسی سال 6 بهمن سال 41 مسئله اصلاحات ارضی. ما رفراندومای ایمونه‌ای در جامعه خودمون داشتیم، اگرچه میدونید که قانون اساسی دوره مشروطیت به هیچ وجه مسئله رفراندوم رو مطرح نمی‌کنه، بحث همه پرسی رو مطرح نمی‌کنه که یکی از نواقص اون قانون بوده، مثل نقص‌های دیگری که داشته. اما خود این بحث همیشه مطرح بوده به عنوان به هر حال یک شیوه دموکراتیکی که خواست اکثریت مردم مطرح بشه و خواست اکثریت زیر سوال نره در این معنا. خب تا انقلاب بهمن که اون همه پرسی رو ما شاهد بودیم که دیدیم در واقع اون رو همه پرسی به تجربه نشون داد که به هر حال ناروشنی در رابطه با امر پرسش و آنچه که به هر حال مشخص نبود چه بود، چه نتایجی رو به بار آورد. و خب یه همه پرسی هم سال 1168 داشتیم که خب اون رو خمینی و مجلسیان مطرح کردن در رابطه با تغییر نام مجلس و دیگران. بنابراین میخوام عرض کنم که ما همه پرسی ها و رفراندوم هایی داشتیم در طول این مدت، منتها خود اپوزیسیون هم، خود همین دوستان هم در خود حکومت اسلامی یکی دو بار مسئله رفراندوم رو مطرح کردن، برخی از افرادی که در این جمع 15 نفره هستند، و این اولین بار نیست. منتها به این شکلش خب انتظار میره از طرف اپوزیسیون، از طرف شخصیت‌های، برخی از شخصیت‌هایی که البته انگشت شمار هستند در میان این 15 نفر، خیلی سنجیده‌تر و فی الواقع عمیق‌تر و فکر شده‌تر مطرح می‌شد. گامی برداشته نشه که حکومت اسلامی از اون بهره بگیره یا در واقع تأثیرش روی مردم تأثیر منفی باشه و همونطور که عرض کردم باعث تداوم و تقویت حکومت بشه و تضعیف یک جنبش آزادی خواهانه و عدالت طلبانه که در جامعه ما جاری است. درست آقای دکتر، دلیل اینکه من گفتم که اون رفراندوم 58 بیشترین به یاد مردم میتونه باشه، برای اینکه در انتخاب نوع حکومت یا تأثیر در این قضیه داشت و همونطور که شما اشاره فرمودید رفراندوم های دیگری بوده، موضوعی بوده، ولی حافظه تاریخی مردمی که امروز از نظر سنی نگاه میکنیم، حتی ممکنه بسیاری از کسانی که در امروز باشون روبرو هستیم در انقلاب تازه پس از انقلاب به دنیا آمدن. به این ترتیب مسئله رفراندوم اگر تعریف نشه برای اونها که خواستش چیست و با چه شرایطی برگزار میشه و از سوی چه کسی برگزار میشه، میتونه همیشه بیراهه بره. در این میان آقای روحانی هم در همون روزها تقاضای رفراندوم کردن بر اساس اصل قانون اساسی، تقاضای همه پرسی کردن که تکلیفشون رو در یه مواردی رو بدونن. اینجاست که یه مقدار مردم دچار اون توهمی که شما میفرمایید میشه، چون دیدگاه عمومی این که کدوم رفراندوم میگیم، رفراندوم برای چی میگیم، شکل حکومت رو مردم واقعا به شکل واقعی که در خیابان‌ها به رفراندوم خودشون نشون دادن، حضور مردم در اعتراض به این حکومت یک نوع رفراندوم مجازی هست در گفتن نه به این حکومت. ببینید اون نکته‌ای که آقای روحانی مطرح میکنه و اون رفراندوم در رابطه با این حکومت واقعی‌تر و عملی‌تره، چون ایشون در چارچوب این حکومت نظام بحث همه پرسی و
سر همپرسی های موضوعی رو مطرح میکنه. قانون اساسی جمهوری اسلامی رو هم فکر کنم بند 59 هستش، این رو در واقع تصریح میکنه که اگر رهبر اجازه بفرمایند یا شورای نگهبان و دو سوم مجلسیان، میتوان موضوعی روی یک سری مسائل رفراندوم مطرح کرد یا همه پرسی گذاشت، به ویژه در رابطه با قانون اساسی. بنابراین اون بحثی که آقای روحانی میکنه خب واقعی تره در جامعه ما با توجه به ویژگی حکومت، ولی بحثی که این عزیزان مطرح میکنن، نمیدونم خواستایی رو که مطرح میکنن، خب ریشه‌ای تره و خواستایی است که فی الواقع منفی نیست ولی غیر عملی است، غیر واقعی است. نشان از این داره که در واقع این حکومت این ظرفیت و توانایی رو داره که بپذیره که این اتفاقا بیفته. همین یعنی ایجاد توهم، چون 40 سال این حکومت نشون داده که هیچ نوع تغییر بنیادی رو، یعنی ظرفیتشو نداره بپذیره. بنابراین اینجاست که مشکل ایجاد میشه. وقتی صحبت توهم هم من میکنم، خب نه از نگاه روانشناسانه، برای که توهم در حوزه روانشناسی یک معنا داره، نشانه بیماری و اختلال روانی است، ولی در حوزه سیاست ندیدن اون واقعیت یا درک و حس و درک، البته حس و درک نادرست و غیر واقعی است از آنچه که واقعیت هست در برابر ما. خب همین این برخورد و در واقع پافشاری روی این و طرح دادن اون هم از طرف خب شخصیت‌های سیاسی شناخته شده، خب به گمان من خطاست و میتونه تأثیر منفی بگذاره و همونطور که گفتم به ویژه در رابطه با خیزشی که شاهدش هستیم که چه خیزش به هر حال تأثیرگذار و ارزشمندی است. خب آقای دکتر، اگر این رفراندومی که پرسش میشه و همش مطرح میشه، حکومت که خودش برای خودش علیه خودش رفراندوم نخواهد کرد، یا اگر با حضور حکومت در قدرت رفراندومی رو بخوان مطرح بکنن، این حکومت با این شکلش سرانجام از صندوق رأی خودش دوباره بیرون خواهد اومد، چون در این زمینه کارنامه خیلی بزرگی داره که چه چیزی از خب مطرح میکنن که این رو با نظارت سازمان ملل انجام میشه. این هم از اون پرسش هاییست که آقای واقعیت این است که آیا یه حکومت توانایی پذیرش حضور سازمان ملل برای پرسیدن این که آقا ما حکومت رو میخواییم یا نمیخواییم یا چه نوع حکومتی میخواییم به جای اون رو داره؟ این هنوز نپذیرفته که نماینده سازمان ملل به عنوان گزارشگر حقوق بشر وارد ایران بشه، چه بمونه که نماینده بیاد که بخواد سوت پایان مسابقه رو برش رو به صدا در بیاد. متاسفانه به درستی اشاره میکنید که این برخورد همونطور که من تأکید کردم غیر عملی است از همه زوایا. حالا بحث سازمان ملل خب شما اشاره کردید یک نمونه است، بنابراین به همین خاطر است که من مطرح میکنم و باور دارم به این که این یک توهم آفرینی سیاسی است و این به سود مردم میهنمون نخواهد بود، اگرچه که مخالفتی نه بنده با همه پرسی دارم و همه پرسی و رفراندوم و همونطور که اشاره کردم از شیوه های ارزشمند به هر حال دموکراتیزه کردن جامعه هست و پیشبرد خواستای دموکراتیک، ولی خب باید عملی باشه و قابل تحقق. آقای دکتر، یه نکته دیگه که در این مسئله وجود داره و خیلی برمیگرده به ترکیب اپوزیسیون در خارج از کشور، کنش اپوزیسیون، این است که در اصل اگر خب نیمی در ایران هستن از این 15 نفر و اونجا یه حرکت‌های قوی و علیه حکومت میکنن، دیگرانی که در بیرون وجود دارن بیشتر چهره نمادین هستن، ولی معنای فراگیری همه اپوزیسیون و دیدگاه‌ها و نهله‌های فکری در بیرون رو که معترض به جمهوری اسلامی هستن رو نداره. به نوعی به شکل یک یارکشی دیده میشه تا و یا یارکشی که نزدیک به یک خطکشی هست برای آینده رفراندوم، تا یک رفراندومی که بتونه همه گیر باشه. من بارها خدمت شما مطرح کردم تو این برنامه که یک بیماری که اپوزیسیون بهش مبتلا هست، یک به ویژه در خارج کشور، همون بحث به نوعی فرقه‌گرایی و
خودحق پنداری و خودمحوری است. اینها گاهی خودشو یه جایی متجلی میکنه، خودشو نشون میده. خب اینها شما نگاه کنید ببینید چقدر شخصیت سیاسی و چهره‌های سیاسی در خارج کشور وجود داره. خب به هر حال میشه طرح یک همچین مسائل رو با رایزنی از قبل و همفکری و برنامه ریزی مطرح کرد که اگر نواقصی داره یا کمبودهایی داره برطرف بشه. ما میبینیم که اینگونه نیست توی اپوزیسیون ما. هر 15 نفر 20 نفر یا هر گروه های خاصی طرحهایی رو مطرح میکنن، برنامه هایی میدن که این طرحها و برنامه ها اگر در سطح خارج کشور و اپوزیسیون بمونه مشکلی نیست، ولی در رابطه با مردمی که در داخل ایران دارن زیر اون فشارها و اون سختی ها حرکت هایی رو سازمان میدن، برنامه ریزی میکنن و بر بنای اون برنامه ریزی های خودشون گام هایی رو برداشتن، بدون اینکه به ما هم احتیاج داشته باشن از اینجا هی بهشون بگیم چنین کنین و چنان کنن که بهتر از ما هم میدونن چه بکنن، داریم میبینیم الان. بنابراین طرح و برخوردهای اینگونهی و گروهی فی الواقع تأثیر منفی میگذاره روی حرکت های مردم. ما هر حرکتی اپوزیسیون در خارج کشور میکنه باید ببینه که ما به ازای عملی و تأثیرش در جامعه ایران و در میان مردم ایران چگونه خواهد بود، به ویژه در شرایط کنونی. شما ببینید الان در جامعه ما حرکت های بزرگی داره انجام میشه. درسته یک دختر میره یک روی یک ستون میسته و اون اعتراض نمادین رو میکنه، ولی ببینید یک نفر با یک حرکت خودش در واقع مثل این میمونه که یکی از بزرگترین سازمان‌های سیاسی و سازمان‌های یا حزب سیاسی در یک مملکت یک حرکت مهم بکنه. تأثیرش اون بوده، نه در داخل ایران، در عرصه بین المللی. با البته با توجه به اهمیتی که این روزها شبکه‌های اجتماعی، سلفون، نمیدونم اینترنت و و و داره، و خب این نشون میده که چقدر این حرکت‌ها تأثیر داره. در یک چنین شرایطی اگر اپوزیسیون در واقع بخواد یک نوع حرکتهایی بکنه که خودشون در واقع ورای اون مردم ببینه و بخواد رهنمود بده و روی این رهنمود دادن هم دقت نکنه و اشتباه بشه و خطا بشه، خب این فی الواقع به گمان من امریست نادرست و میشه گفت خطای بزرگی است. و ما بارها این رو کردیم در این، نه فقط این 40 سال، ما در طول تاریخ خودمون حتی میخوانیم میبینیم که کسانی که خودشون رو نخبه میدانستن یا در زمره نخبگان بودن گاهن دست به اعمالی بردن که این اعمال تأثیرات سوی در رابطه با حرکتهای دموکراتیک و آزادی خواهان مردم داشته. آقای دکتر اگه اجازه بدین، چون به مسئله زنان و این اشاره کردین، برای اینکه یک نفسی هم برنامه تازه کنه، من از خانم غزاله خواهش کنم یکی از این کلیپ هایی که هست و یه مقدار ترانه سرود هست در مورد مسئله زنان پخش بکنن و بعد بیایم در مورد این بحثی که پیش میاد و همواره که آقا این اون چیزی که در ایران داره رخ میده رهبر نداره، شبکه نداره، نمیدونم سازماندهی نداره. الان شما به یه نکته اشاره فرمودی که این میبره به اونجا که خب چه خواهد شد با این شرایط امروز ایران و نبود سازمان‌های سیاسی به اون مفهوم در ایران، چگونه این خیزش‌ها و مبارزات خواهند توانست بیشتر و بیشتر جلو برن. اجازه بدید این رو ببینیم و برگردیم با هم بیشتر گفتگو کنیم. از آن ماست برخیزیم هم
صدا سرنوشت است ماست، آزادی حق ماست، کار و نان سهم ماست، کار و نان سهم ماست. هر گونه بنگریم رنج و ستم برپاست، بس حکومت دزدان عدالت امر ماست، عدالت امر ماست. لوله‌های تفنگشان را به سوی ما نشانه می‌گیرند. های بربرهای از گور برخاسته، ما زاده رنج و دردیم، محروم از بازی بچگی و به دور از شیدایی جوانی، در کلاس غرور از خود گذشتن زیسته‌ایم. ما عقاب‌های سرخ پروازی که با غرورمان خورشید را به تعظیم وامی‌داریم. ما آزمودگان عزت به نفسیم، خفته در دشت های بزرگ خاوران، فداییان سرخ سنندج، دختران بلند پرواز کوبانی، به خون خفتگان حلبچه، جان باختگان سیروان. از دشت های وسیع زیبایی می آییم تا جهان را زیباتر از باغ رویایی بشارت لطافت و عواطف باشیم. کوچه به کوچه، خونه به خونه با شما می جنگیم و در حال پدکی خیابان مال ماست، آزادی نوبت ماست، میدون ها رو می گیریم، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست. برخیزیم هم صدا سرنوشت است ماست، آزادی حق ماست، کار و نان سهم ماست، کار و نان سهم ماست. هر گونه بنگریم رنج و ستم برپاست، بس حکومت دزدان عدالت امر ماست، عدالت امر ماست. تصاویر واقعا گویای تمام این مسائل هستن. در خدمت شما هستیم آقای دکتر. این بر شعر به چند چیز اشاره، نان و کار و آزادی و تصاویر و همه این مسائل رو مطرح میکنه. یعنی خب این خودش یک رفراندوم، حکومت حاضر نیست به این تن بده. به همین حرکت زنان در واقع گفتن یک نه به حجاب اجباری بوده و حکومت اونها رو فقط با زندان بردن پاسخ میده. بله، ببینید نقش سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه ما در تاریخ میهنمون نقش ارزشمندی بوده، علارغم غلبه گفتمان استبداد و گفتمان مذهبی به ویژه در جامعه ما. زنان در بزنگاه‌های مهم تاریخی توانایی خودشون و تاثیرگذاری خودشون رو نشون دادن، چه قبل از انقلاب مشروطه شما در نظر بگیرید، حتی قبل از حمله اعراب به ایران. ما از این نمونه ها به شکل فردی و شخصیتی داشتیم و بعد از انقلاب مشروطه و یا در مقطع انقلاب مشروطه شما ببینید ما قبلش البته زنان بزرگی داشتیم، قرة‌العین یا به هر حال زینب پاشا و امثالها، هم با البته تفاوتهایی به منظور من هست از جایگاه های مختلف. و یا بعد از انقلاب مشروطه هم شما ببینید یا در دوره خود انقلاب مشروطه مثل بی بی خانم بختیاری، بی بی مریم بختیاری و بسیاران دیگه که الان میشه یک لیست بلند بالایی از نامشون آورد. میخوام بگم زنان واقعا این نقش رو ایفا کردن و این نقش هم میتوانن ایفا بکنن و دارن میکنن. به ویژه حالا مسئله تشکل ها مطرح میشه، اصلا شکل دیگه ای پیدا میکنه تشکل های زنان. و امروز هم اصلا شبکه های اجتماعی اصلا وضعیتی است که هر کدوم از اینا میشه در حد یک تشکل تاثیرگذار باشن. بنابراین ما این نقش رو باید ببینیم،
و اینها خودشون البته ما هم نخواهیم ببینیم چون یک فرهنگ مذکر در جامعه بوده و الان هم هست، عمل اینها، کنش اجتماعی و سیاسی اینها نشون میده این نقش رو دارن و ایفا میکنن و کردن. خود همین حرکت دختران خیابان انقلاب، درسته که مسئله حجاب مطرح است، اما مسئله حجاب اینجا یک نماده، یک مظهره. مسئله آزادی مطرح است، یعنی در واقع در این حد نمیمونه. ما میبینیم که بحث اصلا بحث حجاب هست، اما فراتر از این حرکت همین دختران و زنان مطرح میکنه بحث آزادی رو، دموکراسی رو، حقوق بشر رو در جامعه ما. بنابراین به گمان من در آینده، یعنی الان که داریم پیش میریم، جدا از تأثیر گروه‌های اجتماعی مختلف، بدون شک نقش کارگران، دهقانان، معلمان و بسیارانی دیگه، اگرچه در میان اینها زنان هم وجود داره، اما جنبش زنان به عنوان یک جنبش آزادی خواهانه تأثیر بسیاری خواهد داشت در رابطه با تحکیم جنبش مدنی در ایران و پیشرفت به سوی برداشتن مانعی که بهش اشاره کردم. این نقش بسیار پر اهمیتی است و خوشبختانه ما چنان جسارت و تحولی در میان این دختران میبینیم که غیر قابل، برای من لااقل غیر قابل تصور بود. این نکته ایست که باید بهش توجه داشت و روش تأکید داشت که من مایل بودم بهش اشاره بکنم. و تا نقش اپوزیسیون در رابطه با داخل، همونطوری که به هر حال به نوعی ما اشاره کردیم، بسیار میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه، ولی حرکت‌های درون جامعه ما نشون میده که این حرکت‌ها درسته زیر سرکوبه که رهبری ندارن، زیر سرکوبه که حزبی نیست، جریانی نیست، ولی این بخش آگاه جامعه حرکت‌هایی که می‌کنن نشون میدن واقعاً یک آگاهی لازم رو برای پیشبرد این حرکت‌ها دارن. اینکه ما بخوایم از خارج کشور رهبری بکنیم امر رخدادهای داخل کشور رو، من گمان می‌کنم تا حدودی یک برخورد غیر واقعی است. تقویت این حرکت‌ها و ارائه راهنمودهایی که بتونه این حرکت‌ها رو در واقع تقویت بکنه، این میتونه تاثیرگذار باشه. هیچ کدوم از در واقع جریان‌های خارج کشور تصور نمی‌کردن که یک جنبش اقتصادی به اون شکل پیش بیاد و بعد بتونه با اون شعارها ادامه پیدا بکنه، تبدیل بشه به یک جنبش آزادی خواهانه و عدالت طلبانه و به اینجا بیاد که ما شاهدش هستیم. حرکت دختران خیابان انقلاب، شما نگاه بکنید، یکی از مظاهر اعتراض و حرکتی است که در واقع از دل خود اون خواستها و حرکتهای درون داخلی کشور جوشیده و بیرون اومده و تأثیر گذارد. آقای دکتر، حکومت در آنقدر در هراس هست از این ماجرا که گرچه میخواد این رو پنهان میکنه زیر یک جمله بندی های خودش، آقای خامنه ای در این سخنانی که چند روز پیش ایراد کرده در روز زن به این نکته دختران انقلاب اشاره میکنه، ولی میاد تمام اینا رو فرموله میکنه که بله در خارج در اتاقهای فکر نشستن، میلیاردها دلار دارن هزینه میکنن، سامان بدن، نتیجهش میشه که 4 نفر میان در خیابون و روسریشون رو بر روی چوب میکنن که حجاب اجباری نباید باشه، ولی امام هم این رو گفته که اجباری باید باشه. اول این است که ایشون متوسل به یک دروغ تاریخی میشه. چیزی رو که در مورد خمینی اشاره میکنه که ما اونجا بودیم و گفت، اصلا ایشون اونجا نبوده. در اون زمانی که ایشون بهش اشاره میکنه، آقای خامنه‌ای نزدیک نبوده به خمینی. حالا از این که بگذریم، یک به قول معروف سوتی سیاسی بوده ایشون داده، این حراس رو نشون میده که این رو خب چگونه میشه این حراس گفت این کار رو بهش توجه نکنیم، بیایم بگیم کار خارجی است. چگونه خارجی ها که خب نمیتونن 5 نفر رو بیارن خیابون، 30 نفر رو بیارن خیابون، خیلی خوب این رو در اتاقای فکر سامان دادن، میلیون ها دلار هزینه کردن، تلویزیون های خارج از کشور اون رو اشاعه دادن، بعد دیدیم که هیچ کس توجه بهش نکرده. من میخوام در این چند دقیقه باقی مونده حراس حکومت و آقای خامنه ای رو شما یه نگاهی بهش داشته باشید. بله، اولا من به این نکته اشاره بکنم که کار این دختران اتفاقا اتاق فکر رو به فکر میندازه، یعنی اینطوری نیست، برعکسه.
یعنی حرکتی که این دختران کردن یا بعضی مواقع ما از دل خیزش ها یک پدیده های بیرون میاد که هیچ کس حتی این اتاق های فکرم به فکرشون نمیرسه. این نسبت دادن ها به اینکه این حرکت ها مال اتاق های فکر در خارج کشوره، اینها به هر حال بحث های نخنمایی است که امثال خامنه ای بسیار کردن. منتها این هراسی که ایشون داره یک هراس واقعی است، برای اینکه من اشاره کردم بحث فقط بحث حجاب نیست، مهمه برای زنان میهن ما مسئله حجاب مهمه و امروز هم در واقع مظهر اعتراضشون حجابه. ولی آقای خامنه ای میفهمه اینو و حکومتیان میفهمن که بحث فقط در همین سطح نمیمونه. این روسری و این پرچمی که به هر حال برافراشتن فراتر از مسئله حجاب فی‌الواقع نقد میزنه به امر آزادی، امر دموکراسی، امر حقوق بشر و این رو اونها میفهمن. در همین حد نمیمانه و جلو خواهد رفت. برای همین هم است که یک هراس دارن و هراسشون هم به حق و واقعی است. درست میفرمایید دکتر، مسئله هراسشون واقعی است و مسئله همواره ذهن من رو به خودش مشغول میکنه. شما البته پاسخ دادین در چند دقیقه پیش که خب این نیازی نیست که کسی از خارج از کشور بگه در ایران چه میگذره، ولی فرمول بندیش کردن این مسائل میتونه همراهی خارج از کشور و داخل کشور رو با هم به گونه ای داشته باشه که بتونن کسانی که در خارج از کشور باشن بیشتر بیانگر اون مسئله باشن که در ایران داره میگذره. ولی خب این سازماندهی در ایران چگونه خواهد شد و اینها چگونه خواهند تونست مرحله به مرحله این رو پیش ببرن همیشه به عنوان یک پرسش نهایی باقی میمونه، برای اینکه نوع این خیزش ها و نوع حرکت هایی که میخواد به گذار مسالمت آمیز منتهی بشه که با برخورد خون و خونریزی همراه نباشه همواره پرسش رو داره که کدوم سازمان، چه سازماندهی، چه افرادی. در یک دقیقه وقت داریم که اگه شما جمع‌بندی میخواییم بکنین این رو داشته باشیم. تجربه خود ما نشون داده، ببینید این تحولات که ما الان شاهد هستیم در ایران با توجه به سطح آگاهی و واقعیتش شرایط تکنولوژیک و شرایط ویژه‌ای که الان وجود داره، این از دل خودش به گمان من رهبر خودش و سازمان خودش رو پیدا خواهد کرد و سازمان خواهد داد و شکل خواهد داد. این رو ما دیدیم در یک مقاطعی در رابطه با این رخدادها و این خیزش ها به اونجا خواهیم رسید بدون تردید. معناش این نیست که خارج کشور نقش نخواهد داشت، تأثیر نخواهد داشت یا حرکت نکند یا بکند. معناش این هستش که اصل در اونجاست و حرکت ها در داخل ایران نشون میده که این حرکت ها آگاهانه است، با برنامه است، برنامه ریزی شده است و این چنین حرکت هایی از دل خودش به گمان من اون تشکل های ضرور و اون رهبری ضرور رو بیرون خواهد. سپاسگزارم آقای دکتر نقره‌کار عزیز. بار دیگر در پایان برنامه اشاره کنم که آقای دکتر نقره‌کار آخرین کارشون هذیان‌های مقدس که یک رمان هست به بازار آمده و به این ترتیب دوستانی که علاقه‌مند هستن میتونن در جستجوگر گوگل همین هذیان‌های مقدس رو و یا نام دکتر مسعود نقره‌کار رو انتشارات فروغ رو به نوعی پی بگیرن. میتونن این کتاب رو، بله تصویرش هم هست، این کتاب رو بهش دسترسی پیدا بکنن و کار بسیار خوبی خواهد بود از اینکه از این حرکت‌های انتشارات دکتر نقره‌کار که نویسنده این کار، وقتی یک انتشاراتی در خارج از کشور دست به انتشار آثاری میزنه بدون پشتیبانی مردم نمیتونه اثر بعدی رو چاپ بکنه. من باورم این است که مردم اگر بتونن بیشتر و بیشتر از انتشاراتی که در برون مرز هست بهره بگیرن، قدرت ایستادگی به اونها رو خواهد داد. سپاسگزارم دکتر از حضورتون. منم از شما تشکر میکنم. ممنونم. خب بینندگان گرامی به پایان برنامه میرسیم. برای مردم ایران آرزوی آزادی، برای مردم جهان آرزوی صلح دارم. روز روزگار خوش.